درود بر شما، من شهرام بهرامی نژاد و همکارانم در نیم ساعت آینده با این ویژه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز صدای آمریکا خواهیم بود. ساعت 10:30 امشب به وقت ایران دو بازی حساس در چارچوب جام جهانی قطر و در گروه بی برگزار خواهد شد. تقابل ولز و انگلیس و همزمان رویارویی ایران و آمریکا. اما این ویژه برنامه برای تحلیل ورزشی بازی ها نیست. امشب و در نیم ساعت آینده با همراهی میهمانانی قصد داریم به این بپردازیم که در پی خیزش اخیر مردم ایران در بین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران یا به قول عده‌ای از مردم تیم ملی جمهوری اسلامی چه گذشت. بازیکنانی که پیش از آغاز تورنمنت جام جهانی قطر بسیاریشون با ارسال پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی تلاش کردند با مردم ایران همراهی کنند، به رغم اینکه همون موقع هم تهدیداتی از جانب حکومت جمهوری اسلامی دریافت کرده بودند. این همراهی اگرچه از نظر مردم کافی نبود، اما بسیاری بر این باور بودند که دست کم نشانه و شروع خوبیه. در بازی با انگلیس، جایی که جهانیان شاهد این صحنه‌ها در زمین بازی بودند، بازیکنان از خوندن سرود جمهوری اسلامی خودداری کردند. اما شکست سنگین مقابل انگلیس همه چیز رو تحت شعاع قرار داد. در بازی دوم اما ناگهان ورق برگشت. همون بازیکنایی که در اولین بازی سرود رو نخونده بودن، این بار نه تنها اون رو خوندن بلکه بعد از گل‌ها هم به شادی کردن معمول خودشون پرداختن، چیزی که به مزاق مردم معترض خوش نیومد. در این برنامه واکاوی می‌کنیم که احتمالاً چه اتفاقاتی افتاد که حتی بازیکنانی که تا پیش از اون به نظر می‌آمد در جبهه مردم قرار دارند با سناریوی باب میل حکومت همراهی کردند. با شناختی که در واقع شما از وضعیت دارید، ما به این موضوع خواهیم پرداخت با حضور میهمانانی و در این مورد باهاشون صحبت خواهیم کرد. در خدمت عزیزان هستیم. آقای محمود ابراهیم‌زاده، عضو پیشین تیم ملی فوتبال ایران، جناب بیژن عزیزی، مشاور فنی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس، و همکارم علی عمادی، خبرنگار ورزشی صدای آمریکا که از قطر محل برگزاری رقابت‌های جام جهانی با ما هستند. به همه عزیزان میهمان خوش آمد میگم و با آقای ابراهیم‌زاده شروع میکنم و سوال اول رو ازشون میپرسم. آقای ابراهیم‌زاده، با شناختی که شما از جو فوتبال ایران و حضور پررنگ نهادهای امنیتی در واقع در همه زمینه‌ها دارید، فکر می‌کنید که چه اتفاقی افتاد در واقع منجر به این شد که بازیکنان تیم ملی فوتبال در بازی دوم دست از همدردی و همراهی با مردم معترض کشیدن؟ به شما و میهمانان عزیز برنامه، ببینید، این مسئله سرود خوندن و یا نخوندن در برای تیم حکومت اسلامی یک چیز فوق‌العاده مهم بود، زیرا که میخواستن از طریق این تیم فوتبال در بازی‌های جام جهانی شرایط انقلاب جامعه ایران را کتمان بکنن و پوشش بدن و قایم بکنن و عادی سازی بکنن. در هر صورت امروز کلیه بازیکن‌ها، کلیه ورزشکارا، کلیه هنرمندا در سراسر ایران، در سراسر جهان به نوعی حمایت خودشون از این جنبش یا انقلاب جوانان ایران اعلام کردن و فوتبالیستا هم قافته جدا بافته این جریان نمیتونستن باشن، باید حمایت میکردن. خب حالا خواسته یا ناخواسته، اجبار یا به چیز خودشون، بعضی هاشون اومدن خوندن و بعضی هاشون سکوت کردن که در هر دو صورتش قابل قبول نبود برای مردم ایران. مردم ایران، انسانی که جوانایی که از دبستان و دبیرستان و دانشگاه جان برکف تو خیابونا دارن جونشون رو فدا میکنن، یه سرود خوندن همچین کار شاقی نیست که اینا نتونن انجام بدن. یا اگر اینا میترسن از خوندن یا سرود نخوندن، پس اون جوانایی که تو خیابون دارن کشته میشن، اونا باید از چی بترسن؟ و من فکر میکنم که رژیم جمهوری اسلامی الان این فوتبال رو به عنوان یک عامل ازش داره استفاده میکنه برای عادی سازی و عجیب نیازمند حضور این تیم در جام جهانی که خودش یک شوکیس جهانی هست
و میخواد خودش رو به مردم دنیا هنوز بیشتر ثابت بکنه، بگه نه بابا توی ایران از این خبران نیست. بله. و من فکر میکنم وظیفه ورزشکارا و وظیفه فوتبالیستا این بود که اونقدر شهامت و شجاعت داشته باشن در حد حداقل در حد یک دانش آموز دبستانی، اون جوان 15 ساله 16 ساله که میاد اونجا به خاطر آزادی خودش، به خاطر حق طلبیش کشته میشه، این فوتبالیست‌ها یک جو به اندازه یک جو شجاعت داشتن که بتونن حداقل بی حرمتی کنن به این حکومت اسلامی. بله. من که از روز اول موافق این بودم که اصلا اینا نباید به جام جهانی برن. این جام جهانی رفتن فقط منافع رژیم جمهوری اسلامی رو تامین میکنه، به هیچ وجه منافع مردم درش نبوده و نیست، حتی منافع خود بازیکنان هم در اون نبوده. بله. ولی متاسفانه این دیگه حالا یا به زور حکومت یا اینکه خواسته خودشون حاضر شدن با هر سازی که رژیم میزنه برخصن و برن اون کاری رو که بهشون محول شده انجام بدن. و اون واژه ما ماموریم و معذوریم، باید این کارو بکنیم، وگرنه ما رو میزنن، ما رو میکشن، ما رو زندان میکنن، در صورتی که همه ما هم میدونیم جمهوری اسلامی کوچکتر از اونه که بخواد این فوتبالیستا رو بگیره و اعدام بکنه. به هیچ وجه نمیتونه. بله. این قدرتش نداره، شهامتش هم نداره. این صفاتی که داریم میبینیم توی ایران امروز، خب دست پر از اسلحه است برابر یک سری جوان و دختر و پسر نوجوان که دست خالی هستن، وگرنه به لحاظ اجتماعی، به لحاظ جامعه جهانی، اینا به هیچ وجه نمیتونن علی دایی، علی کریمی یا همین بازیکنانی که الان ملی هستن بگیرن و اعدام بکنن اونجوری که این بچه های مردم رو میگیرن اعدام. بله. حالا... اصلا این بازیکن ها وظیفه داشتن به حمایت مردم بیومدن، اصلا شرکت نمی کردن توی جام جهانی که صدای بزرگ ملت ایران باشن. جناب ابراهیم زاده، اجازه بدید که همین سوال رو از جناب بیژن عزیزی بپرسیم. آقای عزیزی، از دید شما چه اتفاقی افتاد که بازیکنان همون در واقع نیمچه حمایتی رو که از مردم کرده بودن در بازی اول، در بازی دوم کاملا اصلا اونم دیگه گذاشتن کنار و به بازی عادی خودشون پرداختن، چه بسا که در بازی امشب مقابل آمریکا هم همون کار رو بکنن؟ من هیچ آغازی رو بهتر از بیان زن زندگی آزادی نمیبینم. درود میفرستم به همه عزیزانی که الان در حال مبارزه برای آزادی خواهی و عدالت هستن در ایران، و درود میفرستم به مهمانان عزیز برنامه شما و از اینکه پذیرای من بودید تشکر میکنم. خواهش میکنم. من تصور میکنم فوتبال عجین شده با سیاست. ما نمیتونیم این دوتا مقوله رو از هم جدا بکنیم، و اگر چنین اتفاقاتی داره میفته، بدون شک با اندک شناختی که من دارم از اون اتمسفر فوتبالمون، بازیکنان ما شاید تمایلاتی برای همدلی داشتن و ابراز میکردن، ولی به نظر من نیروی سرکوب یه بخش مهم رو داره کنترل میکنه، و من تصور میکنم نقش سرمربی تیم خیلی بیشتر از همه این هاست که آیا شما در فلسفه مربیگریتون بچه ها رو آماده کردین که از مهارت‌های اجتماعی هم بتونن بهره‌مند بشن در هر شرایطی از زندگیشون یا خیر؟ اینا سوالاتی است که باید مطرح بشه. بله. بله، من پذیرم بچه‌ها رو بردن نشست داشتن، تهدیدشون کردن، با خود آقای کیروش هم نشستن سر میز مذاکره. بله. و نهایت آقای کیروش به این رأی داده که بچه‌ها به بزرگترین پدیده اجتماعی قرن، یعنی زن زندگی آزاد، پشت بگنن و خودشون رو مسئول نبینن. مگه ما میتونیم از فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی نام ببریم و ارتباط اجتماع با این بازیکنان قطع باشه؟ بله. ما نمیتونیم یه چنین تصوری رو کنیم که بازیکنان ما مثل این میمونه که ما بخوایم حس رو از وجود یه نفر بگیریم. این حس اتچ هست، این حس دقیقاً وصله. مگه میتونن بازیکنای ما
ببینن در خیابون‌ها داره چه می‌گذره، ببینن در زندان‌ها داره تجاوز میشه، کشتار میشه، بچه‌های 10 ساله رو می‌کشن و اینها سکوت بکنن. بله. من دیدم خیلی شرایط سخته، اما قرامت داره. آزادی آزاد نیست هیچ وقت. افرادی آزادی رو آزاد میکنن که متفاوت فکر بکنن از بقیه جامعه. من فکر میکنم اینجا هستش که ارتباط بچه ها با اجتماع در واقع قطع شده، حتی با تهدیدها. بله جناب عزیزی خیلی متشکرم. حالا باز برمیگردیم به شما. البته قبل از اینکه برم سراغ علی امادی همکارم در قطر، این نکته رو در تایید صحبت‌های آقای عزیزی بگم که شبکه خبری CNN در واقع روز گذشته یا شب گذشته بهتره بگم یک گزارشی رو منتشر کرد به نقل از منابعی از نیروهای امنیتی در ایران که اتفاقی که افتاده اینی که به طور رسمی در واقع با کمک سپاه پاسداران تمام بازیکنان تیم ملی رو و خانواده هاشون رو تهدید به دستگیری و شکنجه کردن. شاید ما مطمئن نیستیم، ولی شاید همین موضوع تاثیر گذاشته در اینکه در بازی دوم عملکردشون متفاوت بود و احتمالاً در بازی امشب هم همین اتفاق خواهد افتاد. اشاره آقای عزیزی با آقای کارلوس کیروش هم درست هست که در واقع با هک خبرگزاری فارس اسنادی به دست اومد که کارلوس کیروش کاملاً هماهنگ بوده با نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران برای کنترل اوضاع و اینکه بازیکن‌ها یه وقت فعالیت یا رفتار یا کنشی نداشته باشن که مرتبط باشه با اون اعتراضات جاری در ایران و سرکوب و جنایت و کشتاری که انجام میشه. حالا بریم سراغ همکارم علی امادی در قطر و محل برگزاری جام جهانی ببینیم علی امادی در اولین بخش صحبتاش چی برای ما داره. علی میشنویم صحبتهای تو رو، بگو از بازی امشب و حواشی اون و هر چی که هست. شهرام با درود به تو عزیز، همکار عزیزم و مهمانان گرانقدرت. پشت من ورزشگاه اتمامه است. این ورزشگاه میزبان آخرین دیدار مرحله سوم جام جهانی گروه B هستش که تیم‌های ایران و آمریکا بعد از 24 سال در دیدار رسمی بار دیگه مقابل هم قرار می‌گیرن. توی زمین هر دو تیم برای پیروزی و ایران نیم نگاهی داره به تساوی، چون با یک تساوی هم احتمال صعودش به مرحله بعد برای نخستین بار در 6 دور ادوار جام جهانی که حضور داشته هست. اما بیرون زمین چمدون هایی از در واقع آیتم هایی که بهشون میگن فن آیتم برای طرفداران، هواداران، شال، کلاه، اینها رو کارمندان فدراسیون فوتبال ایران و همچنین وزارت ارشاد بین ایرانی ها و غیر آمریکایی ها، هر کی از بنگلادش، سریلانکا و یا کشورهای دیگه که اینجا حضور دارن، تقسیم کردن و به نظر میرسه ورزشگاه اتمامه امشب قسمت اعظمش طرفدار ایران به نظر برسن. من با طرفداران ایرانی که طرفداران تیم فوتبال هستن، هوادار فوتبال هستن و به هیچ وجه هم هیچ کمک هزینه ای هم از طرف دولت نگرفتن و اینجا اومدن از ایران و از باقی کشورها صحبت کردن، بسیارشون یک احساس دوگانه دارن. همونطور که مهمانان گرانقدرت گفتن، از طرفی عاشق تیم ملی بودن، باهاش بزرگ شدن، تمام عمرشون رو به این فکر میکردن که این تیم، مثلا یکی از تماشاگرانی که در ساعت خبرم گفتگوش پخش شد گفت 35 سال در انگلیس منتظر چنین روزی بودم که ایران و انگلیس با هم بازی کنن. الان یک احساس دوگانه‌ای دارن، از طرفی دلشون نمیاد پرچم جمهوری اسلامی رو دستشون بگیره به خاطر این هم خونهایی که ریخته شده، از طرفی بازیکنان تیم ملی رو دوست دارن، بهشون عشق می‌ورزن و میدونن طبق گزارشایی که منتشر شده و خودت هم بهش اشاره کردی و فایل‌های صوتی که لو رفته، قطعاً بازیکنان تحت فشار هستن. تطمیع و تهدید دو روشی بوده که همیشه جواب داده و الان بازیکنان فوتبال تنها نیستن. 43 سال گذشته اتفاق افتاده، کشتیگیرانی هم که عازم آمریکا هم خواهند بود همینطوره. خیلی کوتاه بهت بگم که جو عجیبی هست. بسیار نیروهای امنیتی که امروز صبح وارد دوحه شدن، مستقر شدن، برخیشون به همون هتلی رفتن که اغلب کارمندان و کارگران کارگزاران نظام اونجا هستن، هتل گرند لوکس در منطقه اسد، و برخیشون هم که در هتل‌های ارزان قیمت‌تری ساکن شدن
دادن شبی 800 دلار پول اون اتاقای معمولی هست و مشخصه چه هزینه هنگفتی رو سپاه، بسیج، وزارت ارشاد تقبل کرده. البته اینم بگم فقط هول و هوش 80 خبرنگار واقعی رسانه‌های ورزشی که اومدن، چند نفرشون رو به ایران برگردوندن بعد از بازی نخست. به هر دلیلی یا فدراسیون یا وزارت ارشاد متوجه شدن که اونا همخون، همراه و همگام با اونها نیستن، عذرشون رو خواستن، برشون گردوندن و بلیتشون رو در اختیار دیگران قرار دادن. خیلی جالب هستش که در نشست خبری که بین پیش از دیدار، یک روز قبل از دیدار ایران و آمریکا برگزار میشه، بله، کسانی سوال میکردن که شاید در جامعه خبرنگاران ورزشی شناخته شده نیستن و نوعی که سوال میکردن و پرسشاش هم شما دیگه شهرام جان میدونید و بینندگان عزیزمون هم دیدن و شنیدن چه اتفاقی افتاد. خیلی ممنون علی، بازم به تو برمیگردیم. اما اشاراتی که علی کرد در مورد اون در واقع تدارکی که دیده شده به صورت سیستماتیک و حکومتی برای برگزاری بازی امشب، در واقع سوال دوم من هست از میهمانان عزیز، برم سراغ جناب ابراهیم زاده. آقای ابراهیم زاده، جمهوری اسلامی همواره مدعی بوده که سیاست رو در ورزش دخالت نمیده، اما میدونیم که در عمل از این دست اتفاقات زیاد رخ میده، همین چیزایی که علی گفت، مثل حالا مورد دیگه‌اش ممنوعیت رقابت ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی. شما به عنوان کسی که به هر حال آشنایی خیلی کاملی با ورزش ایران دارید، چه تجربیات یا خاطراتی در این باره دارید؟ ببینید، جمهوری اسلامی امروز دست به این کار سیاسی ورزشی نزده. این از دانشگاه است، از روزی که حکومت اسلامی بر ایران چیره شد این کار رو شروع کردم. خود من اولین نفری بودم که از تیم ملی توسط همین اطلاعات سپاه محروم شدم، بله، از بازی کردن در باشگاه ها محروم شدم، تبعیدم کردن و من و تعدادی دیگه از بازیکنان در اردوی تیم ملی مثل حبیب خبیری در یک حکم من به خودم نشون دادن، حکمی بود که از طرف لاجوردی دادگاه تهران آورده بودن که ما رو بگیرن و بکشن، که من مجبور به ترک وطنم شدم ناخواسته و حبیب رو گرفتن و اعدام کردن. متاسفانه ببین، این حکومت اسلامی که مدعی میگه امروز میاد میگه ورزش از سیاست نمیدونم جدا باشه، خودش کلن از کلیه اکتار جامعه به عنوان یک ابزار سیاسی داره استفاده میکنه. نمونهش خود شما الان دیدین توی قطر داره چیکار میکنه. بله. اگر مسئله شون فقط ورزش بود، این همه پول و این همه هزینه خرج میکردن تماشاگی از بنگلادش و از هند و از اینور اونور بیارن جایگزین مردم واقعی ایران کنن، هواداران واقعی بکنن. جمهوری اسلامی با تمام عوام فریبیش داره زندگی میکنه، با این همه حق بازی که داره از رهبرش تا اون پایین ترین درجهش. متاسفانه من باید بگم که در حال حاضر این فوتبالی که در ایران هست یک عامل، یک افیون، یک ابزار سرکوب هست و ما نمیتونیم اینو کتمان بکنیم بگیم نه، فوتبال عشق، فوتبال علاقه است. بله، همه علاقه دارن، همه دوست دارن فوتبالو، ولی بله، وقتی که جمهوری اسلامی داره این سوء استفاده میتونه از این مسئله، نمیتونیم دیگه کتمان بکنیم. بله، جمهوری اسلامی الان هم همین بازیکنها رو، همین پریروز پوریا غفوری رو گرفته، یا قبلن حسین ماهینی رو گرفته بود، برده بود زندان کرده بود اینا. اگر میبینین امروز بوریا شاید آزاد بشه با وثیقه، این نه به خاطر اینکه اومده بگید مثلا خب یه تعهد بده بره بیرون، نه، اینم فقط به خاطر اینه که امروز یا دیروز سازمان ملل، سازمان حقوق بشر برنامه گذاشته که بره ایران رو ببینه، حالا میخواد یه تغییرات سطحی دروغی عوام فریبی انجام بله. بده که فیلم بگیرن ازش و یه سندی درست بکنه به سازمان حقوق بشر نشون بده که نه با همچی چیزی هم که شما میگین نیست. جمهوری اسلامی سر تا پا خیانت مردم ایران و سر تا پا با حقوق بازی و هیلگری و عوام فریبی
فوتبال این کارا رو انجام میده. جناب ابراهیم‌زاده، فقط این نکته رو بگم که ساعتی قبل از آغاز این برنامه اعلام شد حالا که وریا غفوری و پرویز برومند که جفتشون دستگیر شده بودن به قید وثیقه آزاد شدن. اما قبل از اینکه برگردم و همین سوال رو از آقای عزیزی بپرسم، اجازه بدید بریم به قطر و علی امادی که گویا قراره با یک عزیزی گفتگو بکنه اونجا و چون این ارتباط زنده به سختی در واقع برقرار شده، امیدواریم که علی گزارشش مختصر و کوتاه باشه. برگردیم به مهمونا. بله ممنونم دوستان گرامی. شهرام عزیز در کنار من یکی از ایرانیانی هستش که در بازی‌های قبلم حضور داشت، توسط پلیس دستگیر شد و به خاطر شرایطی که داشت خودش و همسرش اذیت شدن به خاطر سیاست دوگانه‌ای که قطر در مورد نمادها و شعارهای مردم آزادیخواه ایران نشون میده. همونطور که دیدیم بازی تونس و استرالیا پرچمی به اون بزرگی فری پالستین و آزادی فلسطین رو می‌بینیم، ولی لباس کوتاهی که کوچیکی که با تصویر خیلی کوتاهی که نوشته کوتاهی که داشت آزادی ایران خیلی کوچیک روی سینه ایشون باعث دستگیریشون شد و اذیتایی که شدن. و از خودشون می‌پرسم که فکر می‌کنی تا الان با تمام این سختی‌ها، می‌دونم که این پیرنت هم اگه اونوری کنی باز شعاری هست که قبلا قطعا در داخل ورزشگاه ازش استفاده خواهد کرد، فکر می‌کنی که تونستین پیام مردم ایران رو برسونید؟ من مطمئنم که تونستیم پیام مردم ایران رو برسونیم. هر چقدر هم سعی بکنن که جمهوری اسلامی سعی کنه آدمای خودش رو وارد استادیوم بکنه، کافیه که همین چند نفری هم که تونستن حالا پیرن پرچم یا هر چی نماد دیگه رو نشون بدن تو استادیوم، رسانه‌های دنیا صحنه‌اش رو ضبط کردن، پخش کردن و صدای مردم ایران بالاخره رسید. یعنی نشون داد که ما هر چقدر هم در حالا چه در اقلیت باشیم در اکثریت، میتونیم با هوشمندی یا با حالا هر روشی که میتونیم صدای خودمون رو بالاخره برسونیم به دنیا. پرسش دیگه من در مورد بازیکنان تیم ملی هستش. فکر می‌کنی که بازیکنان تیم ملی آیا تونستن حالا با تمام مسائلی که هست، مسئله تهدید تطمیع که هست، آیا تونستن برسونن همدردیشون رو هم همراهیشون حالا بازی اول شروع بکنی؟ ببینین این از اون سوال مسائلیه که واقعا سخته. شاید بعضیا بگن نه انتظارشون بیشتر بود از بازیکنان تیم ملی، شاید خود منم هم در همون دسته باشم، ولی خب با توجه به اخبار جدیدی که منتشر شده و اینکه تحت فشار هستن، خب واقعا سخته که آدم جای اونا بذاره. میدونیم که اونا هم بالاخره سعیشون رو کردن و قبلا هم تو پستای اینستاگرامشون یا سوشال میدیا بالاخره حمایت خودشون از مردم ایران نشون داده بودن. بنابراین ما بالاخره حالا بخوایم شاید سمت مثبت قضیه رو بخوایم نگاه بکنیم، امیدواریم که حالا با یه حرکتای دیگه تا جایی که میتونن اونا هم ادامه بدن این کارو و حمایت اکثریت مردم رو هم جلب بکنن. بالاخره اونا هم جزئی از این مردم هستن و فردا برمیگردن تو خود مردم و تو ایران و باید با همین مردم زندگی بکنن. پس شاید به نفع خودشون باشه که هر طوری که شده نشون بدن این حمایت رو بیشتر از گذشته. بله همونطور که شنیدید یکی از بیننده ها تماشاگران هواداران فوتبالی هستش که وارد قطر شده، سختی های زیادی رو کشید. من خودم شاهدش بودم در یک بخشی از مشکلاتی که با پلیس داشت و پرونده ای که باز شد و بعد اون مسئله بخش حقوق بشر فیفا که راه های تماس و راه های ثبت شکایت رو هم برای بینندگان گفتیم. شهرام علی امادی بسیار ممنونم از این گزارش بسیار خوبت از قطر و محل برگزاری مسابقات جام جهانی. اما اجازه بدید در مورد دخالت دادن سیاست در ورزش از سوی جمهوری اسلامی داریم صحبت می‌کنیم که خب همه چیز به مواردی که ذکر شد منحصر نیست. به طور کلی در میان مدیران نظام رقابت ورزشی با کشورهای همچون اسرائیل و آمریکا ماهیت سیاسی داره در همه رشته‌های ورزشی. پیش از اینکه همین پرسش رو از آقای عزیزی بپرسم، یه خاطره‌ای رو اجازه بدید ذکر کنم. یکی از جوانب دیگه این سیاسی کردن ورزش هم بگم. در جام جهانی 1998 که برابر بود سال 1377 خورشیدی، ایران با آمریکا همگروه شده بود. من در رادیو بودم و در استودیوی پخش. اون موقع رضا پورحسین مدیر رادیو سراسری بود که امروز بهش میگن رادیو ایران. پورحسین از مدیران ارشد قدیمی صدا سیما بود. او همون کسی بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مجری اون مناظره های معروف و جنجالی بین محمود احمدی نژاد و موسوی و کروبی بود. مدیر پخش که در واقع مقام در واقع معاون آقای پورحسین رو داشت، محمد رحمان نظام اسلامی بود. بعد از برد 2-1 تیم ملی فوتبال ایران مقابل آمریکا، هر دوی این افراد، هم پورحسین هم نظام اسلامی، در استودیوی پخش رادیو سراسری اون موقع به شکلی خارج از عرف مشغول داد و فریاد و خوشحالی
بودند. در یک لحظه نظام اسلامی که همین شخصی که می‌بینید دستور داد سرود معروف ضد آمریکایی مرگ بر توی آمریکا از رادیوی اصلی کشور پخش بشه. البته خاطرم است که یک بحث کوتاهی بین این دو اتفاق افتاد که در نهایت هر دو پذیرفتن که این سرود پخش بشه و شد. یعنی از نگاه این آقایون این برد تیم ملی فوتبال ایران نبود، این رو یک پیروزی سیاسی در مقابل آمریکا حساب کرده بودند. از این دست برخوردها من شخصا در طول سالهایی که خبرنگار ورزشی بودم بسیار زیاد دیدم. اما برگردیم به گفتگو. آقای عزیزی، شما بفهمید که این دخالت سیاست در ورزش در جمهوری اسلامی، شما چه تجربیات یا تحلیلی در موردش دارید؟ من فکر می‌کنم که ورزش در مجموع خودش رو، سیاست در ورزش خودش رو مطرح می‌کنه و بیان می‌کنه و گاه‌گداری ورزش بهترین تبلیغ سیاسی است برای سیاست. و از اونجایی که نشانه‌های دیکتاتوری در زمانی ظاهر میشه که شما دموکراسی رو در جامعه نبینید، توسعه اقتصادی رو نبینید، دقیقاً این تعریفی از جامعه ما. و بدون شک اگر گذار مدرنیزه در حال طی شدن هست، رژیم زخاج همچنان در ابتدای این گذار قرار داره و بدون شک برداشت‌های سیاسی بهترین نتیجه است که رژیم میتونه ازش بهترین استفاده رو ببره. و من فکر میکنم که خب آیا راه حل وجود داشته یا نه، من نمیتونم بپذیرم. الان خیلی از قهرمانان ملی ما در تیم ملی هستن در رشته‌های مختلف و اومدن بیرون، دیگه ادامه همکاری نمیدن. پس میشه، راهکار هست. ما نمیتونیم بریم جایی که سرمربی تیم ملی به دفتر رئیس جمهور میره و اونجا رو خانه ملت نام میبره و بازیکنان ما اونجوری تعظیم میکنن و خب ببینید اینا اون دقیقاً ابزاری است که رژیم دیکتاتوری میخواد ازش استفاده بکنه. من فکر میکنم که این جدا نشدنی است از سیاست‌های حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی و این رو ما تجربه کردیم. بله. خیلی از ما واقعاً در این پروسه قرار گرفتن، صدمه خوردن، ولی در نهایت من یه چیز رو میپذیرم، ما تاوان باید بدیم. اگر ما میخوایم همراه این مردم باشیم، ما نمیتونیم بریم در دفتر ریاست جمهوری که دستور سرکوب و تجاوز و قتل عام رو میده. بله. و از ملت نام میبرن و بچه ها اینا رو میدونن. من امیدوارم که امروز یه سورپرایزی داشته باشیم و یه چیز متفاوتی این بچه ها ببینیم. بله. که حداقل قدمی رو در ارتباط با همراهی مردم برداشت. آقای بیژن عزیزی، ممنون که حالا با ما بودید و به سوالات پاسخ دادید. قبل از اینکه در واقع برنامه داره به پایانش میرسه، فارغ از همه حواشی و تحلیل‌هایی که کردیم، از نظر فوتبالی خیلی کوتاه جواب بدید. به نظر شما چه نتیجه‌ای به دست میاد در بازی امشب ایران و آمریکا؟ من حقیقت رو بگم، انقدر موارد دیگه ذهن من رو مشغول کرده. من بیشتر کار فنی، کار فنی است. بله. ولی به دلیل درگیری‌های ذهنی و عدم تمرکز روی بازی فوتبال، اون چیزی که مشغله من هستش آزادی مردم ایران و عدالت خواهیست. بسیار سپاسگزارم جناب بیژن عزیزی که از کانادا با ما بودن. جناب ابراهیم زاده، همین سوال رو از شما میپرسم و صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم. بفرمایید. من در واقع تکرار صحبت‌های مخصوصاً همین بحث موضوع آخر جناب عزیزی رو موافقم، ولی در اضافه به اون، بله، اگر به لحاظ فنی بخوام نگاه کنم، امریکا یک تیم فوتبال بازی میکنه و اگر امریکا برنده بازی باشه، برنده اون فوتبال زیباش خواهد بود. بله. ولی اگر ایران بخواد برنده اون بازی باشه، برنده زشت و زیبایی اون فوتبال خواهد بود. مرسی، ممنون. در به زشتی اون فوتباله. و من همونجور که آقای عزیزی عنوان کردن، برای من پیروزی مردم ایرانه. بله. پیروزی اون جوانا تو خیابونه، نه تیم. بله. جمهوری اسلامی. جناب ابراهیم زاده، خیلی خیلی سپاسگزارم از شما و همینطور از جناب عزیزی که در این برنامه شرکت کردید. سپاسگزارم از هر دوی شما عزیزان. باشه. از شما بینندگان عزیزم سپاسگزارم که با این ویژه برنامه همراه شدید. ساعت 10:30 شب بازی ایران و آمریکا خواهد بود. باید منتظر بود و دید چه اتفاقی در هر زمینه‌ای خواهد افتاد. بدرود.